خب اتفاقی که تا الان روایتش منتشر شده، خب به هر حال هنوز گروههایی رو مشخص کردن دو کشور که اینها پیگیر مسئله هستن که این مسئله رو پیگیری بکنن و خب گزارش نهایی رو بگن. اما خب اون چیزی که تا الان منتشر شده اینه که ظاهرا نزدیک به 50 نفر از شهروندان افغانستان قصد این داشتن که به خاک ایران یا وارد خاک ایران بشن، از مرز ایران گذشتن در یک گذرگاهی که خب به هر حال این گذرگاه مرزبانها در اونجا قرار داشتن، اینها دستگیر میشن، مدت یک شبانه روز در اونجا نگه داشته میشن، مورد شکنجه قرار میگیرن. ظاهرا اعلام شده که برخی از اینها رو لخ کردن، شروع کردن به کتک زدن اینها رو گفتن در واقع طلاق پر برین در اینها. و یک کلمه هم در این گزارش بود مبنی بر اینکه کسی که یک در واقع درجه دار یا سربازی که به اینها با شلاق اینها رو کتک میزنه گفته من الان اینجا رئیسم. این در واقع این نکته جالبی شاید بشه، این که خب به هر حال در این سلسله مراتبی که در سیستم انتظامی ایران هست متاسفانه به قدری تحت فشار قرار میگیرن نیروهای تحت در واقع نیروهای پایین دست که وقتی به همچین شرایطی قرار میگیرن اون عقده ها و اون در واقع کمبودهایی که ایجاد میشه و اون در واقع رفتارهای یک طرفه‌ای که نسبت به اینها انجام میشه، اینها سعی میکنن نسبت به این عبارت گروگان ها در واقع اینها رو تحمیل بکنن. فردای اون روز ظاهرا میشه که اینها رو میبرن، از خود اینها پول میگیرن، اتوبوسی میگیرن اینها رو میبرن در رودخانه و اینها رو پیاده میکنن و با شلاق اینها رو کجاست رودخانه؟ در استان خراسان رضوی هست این کجا؟ رودخانه اینها رو وادار میکنن، در قسمت عمیقش هم برعکس بوده، برخی اینها دست و پای اونها رو بسته بودن بر اساس چیزهایی که من شنیدم، حتی دست و پای اینها رو بسته بودن. و روایتی که حالا شما هم شنیدین در گزارشم فکر میکنم بود که از 13 سال تا 50 سال در این میان اینها افراد بودن که خب برخی خصوصا کسایی که مسن‌تر بودن متاسفانه هیچ کدوم نتونستن یا کم سن و سالها هیچ کدوم نتونستن متاسفانه جان سالم به در ببرن. تا الان 23 نفر از این جنازه ها رو تونستن بگیرن، بقیه معلوم نیست آیا امکان گمشده ها چند نفرن؟ تعدادی که 9 نفر ظاهرا نجات پیدا کردن، 23 نفر جنازه تا الان گرفتن، یعنی تا صبح امروز 18 نفر بود آخرین آماری که من دیدم، 23 نفر تونستن جنازه ها رو پیدا بکنن. ما بقیه اونها در واقع تعدادی هستند که نزدیک به 20 خورده هم هستند که متاسفانه هنوز اطلاعی در دست نیست. اینا به احتمال میدید که در صحبتهایی که شده این که این اتفاق بارها افتاده یا این اولین باره یا اصلا این روندی است برای پاسگاه مرزی اونجا که این کار در مورد پاسگاه مرزی که ما بارها دیدیم، چند وقت قبل یک چیزی پیش آمد، یک ویدئوی پیش آمد که در سال 90 در واقع یک ویدئوی آمد منتشر شد در جاهای مختلف اینترنت، بله، که می آمدن مثلا یک سرباز یا یک سرباز وظیفه بود، تعداد از این جوانان افغانی رو گرفته بود، به اونها دستور میداد بزن به سرت و بگو من دیگه به ایران نمیام، همچی چیزی بود، یا اینها رو تحقیر میکردن. سال 91 در یزد مثلا، حالا اتفاقاتی که در چند وقت پیش افتاده، سال 91 در یزد یک شایعه پیش آمد که شهروندان افغانستانی به یک دختر ایرانی در یزد تجاوز کردن، مردم ریختن چند تا از خانه های اینها رو آتش زدن، چند تا از اینها رو در حد مرگ کتک زدن. متاسفانه بعدا مشخص کن که داستان مال اینها نبوده و مقصر کسی دیگه ای بوده. سال 93 چند نفر مثلا در همین یکی از این نقاط مرزی بود، باز هم احتمالا در همین مرز در خراسان جنوبی بود، چند نفر از اینها رو یک ویدئویی در آمد که اینها رو در واقع اینها رو وادار میکردن که دراز نشست برن یا در واقع بشین و پاشو برن و در سرمای هوا و بعدش حتاکی میکردن با قنداق تفنگ اینها رو کتک میزنن و بعدش اینها که بلند مثلا چیز شد اینها وادار میکردن که بگین ما رو دوست دارین و ما با شما خیلی خوب برخورد کردیم، مثلا این در واقع این داشتن اینها رو وادار میکردن که همچین جملاتی بگن. 25 آذر 93 در
پاکدشت در یک از مدارس پاکدشت که مخصوص شهروندان افغانستان هست، یک معلم میاد و 4 تا از دانش آموزانی که دانش آموزان افغانی که اینها کتاب نداشتن به دلیل فقر امکان تهیه کتاب نداشتن، اینها رو وادار میکنن که دستای خودشون رو بکنن در چای توالت و این ویدیو باز دوباره بازنش میشه و این تعداد بسیار زیاد. چند وقت قبل هم باز یک ویدیو پیش در واقع آمد بیرون که باز چند تا تقریبا 4 تا یا 5 تا از شهروندان افغانستانی که یکی از اونها مسن هم بود برعکس مرزداری اینها رو گرفته بود با قنداق تفنگ اینها رو میزد و بعد اینها رو وادار میکرد که به همدیگر سیلی بزنن و از این تیپ مسائل متأسفانه بسیار زیاد پیش در واقع اتفاق افتاده. اینها مسائل هست، اینها معمولی که حالا به هر دلیلی به هر شکلی اینها منتشر شده. یک سربازی بوده، آدم در واقع انسانتری بوده، فیلمی گرفته منتشر کرده، یا یک از اینها به هر شکلی یک امکانی داشته. حتما و حتما ده ها و صد ها مورد دیگر هر روز در این مرزبانی ها هست که مورد تحقیر، حتی جان اینها گرفته میشه و امکانی برای پیگیری متأسفانه نیست. عرض کردم وقتی که ما میبینیم بالای 680 یا 350 نفر کشته میشن و هیچ وقت هم اینها امکان پیگیری پیدا نکردن، این یکی دوتا احتمالا خیلی جایی برای مثلا پیگیری کردن نداره.